خدمت شما عرض کنم که ما در این مسیر تاریخ سیاست ایران از روزگار آخوندزاده تا روزگار علی شریعتی و دوستان امروز دچار انحطاط فکری شدیم کلا. یعنی چون نیک بنگریم به این گذشت روزگار زمان، به عوضی که ما ترقی بکنیم و به روشنی برسیم و این کلید درهای بسته رو به معرفت بگشاییم، گیجتر و گیجتر شد. همش هم به گردن این سیاهکاران مستبد هست. ما هرگز یک سیاست مداریم نظیر فروغی در صحنه سیاست ایران هرگز دیگه ندیدیم. حالا هم که بعض ما ناگفتنیست در واقع، اینها طوری گیج شدیم که ترمای معمولی رو نمیفهمیم. مغز ما خیلی خیلی ضعیف شده متاسفانه. گیجمان کردن. خیلی روشن بودیم. زمان مشروطه بچه ها روشن بودن، بقال ها روشن بودن، حلیم پزا میفهمیدن چیکار میخوام بکنن. کشاورزا، عشایر، اینا هم میفهمیدن. امروز مثل که همه گیج شدن. هیچ که نمیفهمی چه خبره. از بس که در این فکر ما از چپ و راست این اندیشه های غیر ایرانی و غیر دموکراتیک و ایدئولوژیک ریختن، کمپلیت همه ما رو گیج کرد. اختراع میکنیم مثلا روشن فکر دینی. آخه پدر جان در کجای عالم روشن فکر دینی هست؟ اساسا در دیکشنری همچی چیزی نیست، در دیکشنری انگلیسی همچی چیزی نیست. ملی مذهبی، حالا عرض کنم چون این صحابی بیچاره منتسب بوده که ملی مذهبی است و دخترش نمیدونم قرآن میخونده، بدبخت بیچاره که این رو کشتن همون روز که پدرش مرد رو کشتن و ظرف نمیدونم که 2 ساعت بردن و به خاک سپردن. حالا موضوع ملی مذهبی طعم دهن شده. عرض کردم این مرحوم ولتر به تنها تنخیش یک رنسانس بوده. میگوید با من حرف میزنی؟ ترماتو تعریف کن، دیفاین کن که چه میخوای بگی؟ ملی مذهبی. آقا ملی مذهبی یعنی چه؟ اصلا من نمیفهم ملی مذهبی یعنی چه. خب مذهب که هر کسی مذهبی داره. این داستان مذهب رو چسباندن به ملیت و اون رو برکشیدن به عنوان یک سیاست پالیسی خیلی خیلی مسخره است. از همچی چیزی وجود نداره. آدم های ملی مذهبی نشدن، مذهبی ها ملی بشون نیستن. مگر که مثلا فرض کنی مرحوم مدرس مگه آدم مذهبی نبود؟ هرگز کن من ملی مذهبی هستم؟ یا مصدق یا میرزا طی‌خان؟ هیچ ترک اولایی از اینا دیده نشد به قول آخوندها. میرزا طی‌خان امیرکبیر آمده که من ملی مذهبی هستم؟ اصلا این یعنی چه؟ این دارای تناقض هست این داستان. ملی مذهبی معنیش این هست که من ملی هستم، یعنی گراینده به منافع مردم هستم. همینجا مطلب تمامه، همینجا قضیه تمامه، یعنی در حوزه سیاست اینجا تمام شد. ما داریم همچین ترمی، همچین لغتی داریم. میگن ناسیونالیست این آقا، ناشنالیست یعنی گراینده به منافع مردمشه، برای منافع مردم میکوشه، اینو داریم. اما ملی مذهبی ما نفهمیم میخواد چیکار بکنه. خب مذهبت برای خودت، اونقدر برو نماز بخون، به جای 1800 بار 100,000 نبار نماز بخون. به من چه ربطی داره؟ به مردم چه ربطی داره؟ اصلا یعنی چه این داستان؟ میخوای چیو بگی؟ ما ملی مذهبی هستیم. یعنی که ما ملی مذهبی هستیم، یعنی این که ما هم ملی هستیم هم مسابقه تقدس با آخوندا داریم. فکر نکنیم ما کفار هستیم. ما ترفند بلدیم. فکر نکنیم ما ترفند بلد نیستیم. ما میگیم ما ملی مذهبی هستیم، این آخوندا به ما راه میدن. وقتی آخوندا به ما راه دادن، ما وارد دستگاه قدرت میشیم. وقتی وارد دستگاه قدرت شدیم، خودمانی ها رو میآوریم. وقتی خودمانی ها رو آوریم، رفته رفته آخوندا رو میندازیم بیرون. بعد برای شما دموکراسی میاریم. وای اگه کسی تاریخ اسلام رو یک شب فقط ندوشه، یک شب تاریخ اسلام رو، رفتار اون بزرگانش رو بخونه، میفهمد که هیچ کلکی به اینا کارگر نیست. مکره و مکرو و الله خیر الماکری. خداوند اینها بزرگترین هیلگرها و کلک زنندگان هست. ما
مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون. اونا هیله می کردن، چه هیله ما هیله می کردیم، چه هیله اما اونا نمی دونستن که ما داریم این هیله می کنیم که بهتر از هیله اوناست. مثلا اینا پدر هیلگرا هستن، این آخوندها. چه ملی مذهبی؟ نه آقا، اگه ما بگیم فقط ملی هستیم که ما رو بندازن بیرون، خب بزنیم بندازیم، تکلیف ما با اینا باید معلوم بشه یک روزی. آقا این تعارف که نداره که. هر کسی با این آخوندها مسابقه تقدس داد باخت، به خاطر که عمامه و تسبیح و ردا و تسبیح و تیلسان از ایناست، به من و شما فکلی نیست که. اون شاه سابق هم مسابقه تقدس بده با آخوندها، اینجوری میستاد مقابل اون چه میدونم مکعب زشت، کلوخ میزد به شیطان، میرفت جاروکشی میکرد. نمیدونم حضرت سامن الائمه از این کارا میکرد که مسابقه بده آخوندها ازش نزنن جلو، یعنی من هم آخوندم هم شاه هستم. ولی خب با جیمی کارتر میومد، تلویزیونش هم سر تا سر برق میشد، جام شرابش به دستش بود، بلجبار شامپاینش میزد به جام، مید دنس میکرد اینا. ما که نمیتونیم مسابقه بدیم با این آخوندها که. یه آخوند سه روز در مرز فیضی قم رفته، یک نمیدونم عمامه به جعل گذاشته، همه ما رو از بیرون میکنه از این صحنه مسابقه. یا مجاهدین، ما فرزندان علی ابن ابی طالب هستیم، خب باش، ما در روز حسین مثلا سینه زنی میکنیم، خب بزن. یک آخوند میاد میگه که اینها منافقن، در زمان پیغمبر هم بودند این منافقین. داستان منافقین رو میاره و چگونه مولا علی سر اینا رو میبره، سر شما رو میبره بیرون میکنه. ما باید تو کاری که میتوانیم کار کنیم، اون که ما بهترم بهتر هستیم، نه ای که بنده بشینم با آخوند مسابقه تقدس بدم. ما عکس کار اونا رو باید بکنیم اتفاقا، چون مردم از اینا بیزار هستن. این مرحوم بازرگان بی اندازه شرافتمند و راستگو بود، همیشه من گفتم، اما این مرد سفیه سیاسی بوده، حزب درست کرده، یک سال فکر میکرده که در منیفست این داستان بنویسن ما ایرانیان مسلمان یا ما مسلمانان ایرانی. سرانجام بالاخره گفت با شیر اندروش با جان به در رود، وحشت فشار قبر رو نمیدونم اون عسل مصفای اون بهشت و کذا و کذا که شما میدانید این دروغ های شاخدار از کجا بود. آخرش شما گفت ما مسلمانان ایرانی. خب مسلمانان ایرانی یعنی ما اول مسلمانیم و برای ما اولویت اسلام هست، حالا ایرانی هم هستیم، اصلا چنین چیزی به درد نمیخوره. آخوندها بگوین میزی بد به آنها، اینها علاقه نه به این مملکت دارن، نه ارزشی برای مردمش قائل هستن، نه ارزشی برای تاریخش، نه برای کوروشش، نه برای انوشیروانش، نه برای ابن مقفعش، نه برای فردوسیش، برای هیچ کس. میگن ما نوکران حضرت خاتم مرتبت هستیم و نطفه علی، اینجا رو ما به نام ما غنیمت گرفتیم، این هزار سالم که ما نبودیم به خاطر اینکه قصد کرده بودن، از اول حق ما بوده. این تکلیف اونا روشنه، تکلیف ما با این پوکولیا معلوم نیست چیه. ما میزنیم میکشیم، نفستون در بیاد سرتونم میبره، خونتونم غارت میکنیم همونجور که مولا علی میکرد، زن و بچهتونم مال ماست. بارها گفتن این طاغوتی ها زناشون ما باید میگرفتیم، رحم کردیم زناشونم به سلامت برداشتن بردن. تکلیفشون معلوم کردن، حالا ما میخوام ادا آخوند در بیاری. نه ما ملی مذهبی هستیم، استغفرالله ربی و توبه، یکی تسبیح هم دست بگیریم. میخندن به ما با یه حرف، آخونده همه ما رو میریزن بیرون، میریزن تو خلیج فارس. ملی مذهبی یعنی چی؟ آقا مذهبت برای خودت، کسی به مذهبت تو کاری نداره، انقدر مذهبی باش که خشک بشی سر جان. ولی در صحنه سیاست این اصلا غلطه، این همچین ابرازی غلطه، یه همچین لیبلی خطاست، کثافتکاریه. و مذهبی باش پدر جان، هر کسی دین و مذهبی داره دیگه، اون بی مذهب هم یه مذهبی داره، همون بی مذهبی مذهبشه. ملی مذهب ملی هستیم یعنی که ما گرایندگان منافع ملت ایران هستیم، از زرتشتی و آسوری و ارمنی و نمیدونم بهایی و یهودی، همه اهل ایران هستن.
ما میخوایم منافع همه اینها تضمین بشه و تضمین بشه. اما ملی مذهبی هستن یعنی زرتشتی جلو نیا، یهودی برو کنار، وای تو ملعون و زاله هستی، ما ذاکرین حضرت حسین هستیم، روندگان طریقت مولا علی. این چیزای عقب افتاده واقعا فکر میکنم بهره هوشی آدما فکر میکنم 25 30 بیش اندازه درجه آدمای احمق باید باشه. معذرت میخوام از شما. ملی ما شنیدیم آقا، تمام این بزرگانی که در مملکت ما جانشون رو میدادن، این بزرگان این مملکت، مگه شما فکر میکنید تقی‌زاده آدم بیدینی بود یا فروغی آدم بیدینی بود؟ همه اینا دینی داشتن به هر صورت برای خودشون. اما این اظهار این و این رو تابلو کار سیاسی کردن، این به نظر من جز سفاهتی چی نیست. یعنی ما از ابتدای کار میخواهیم دین رو هم وارد سیاست کنیم، خب آخرش هست که بابا جان. که شگفت‌انگیز واقعا بعضی سفاهت ها. خب هر کسی دینی داره دیگه بابا جان، به ما مربوط نیست، دین هر کسی شخصا به خودش مربوطه. هر کسی هم از یک زاویه به دین نگاه میکنه، برداشت های آدم ها نسبت به خدا، نسبت به معنویت، نسبت به مسائل نمیدونم اون جهانی، موهومات ما بعد طبیعه، متافیزیک، اینها با هم فرق میکنه. اینها رو نمیشه استاندارد کرد و در صحنه سیاست و زندگی مادی مردم وارد کرد. ما میشیم آخوند. خب آخوند ها که هستن که ملی مذهبیون. البته این ملی مذهبیون یکیش اون دکتر یزدی مثلا ملی مذهبی تو سرش انقدر زدن که دیگه واقعا اینقدر آبرو براش نذاشتن آخوند. از اول میگم من ملی هستم، من نوکر مردم ایران هستم، این ملت ایران هست که در بند هست، وضعشون بهتر از این بود. تو چه مذهبی هستی که ریشت میتراشی، کروات هم که میبندی، انگلیسی هم که حرف میزنی، اینا کافیست برای کفر و بغی و عناد، اینا کافیست. ما نمیتوانیم با اینا مسابقه بدیم. ملی مذهبی به کجا رسیدیم؟ ملی مذهبی گری. ما آرام آرام، آقا آرام آرام چی؟ نیم قدم این آخوندها از موضع آدمکشی و جنایت و خیانت نیم میلیمتر عقب‌نشینی نکرد. جنبش اصلاحات و اصلاحگری و اون خاتمی خندان و نمیدونم داره دسته واسه محکم ایستاد و مملکت از اینا پس گرفت. آقا حکومت دینی رو باید ریشه کن کرد از بن. شما دارید یه چیز جدید دوباره میندازید وسط، ملی مذهبی هستن. خنده آوره به نظر من این داستانا. آدمای ترسوی حرفا رو میزنن. آقا من فدایی مردم مملکتم و منافع ملتم هستم، حقوق انسانیشون زیر پا رفته، من مبارزه میکنم یا جانمو میدم، حداقل با افتخار بمیرم. بابا جان بگن یک مرد دلیری بود در راه وطنش جان، نه که مرد مال کنن بکشن شما رو، تو سرتونم بزنن، هی هر روز زندان کنن، بعدم لگد بزنن، نمیدونم دخترتونم بکشن. ما ختم قرآن میکردیم، ما از شب تا صبح ختم قرآن. قرآن پژو خود چه قرآن پژوهی داری بابا؟ تا این کار رو هزار سال پیش در آوردن چیزی پیدا نمیشد، تهش چی نبود دیگه. شما که دیگه از طبری و نمیدونم زمخشری و شمس قیس رازی و امام غزالی که بیشتر تا این کار در نمیارین که چیزی توش نبود بابا. والا فرزانفر گفته بود آقا ما این قرآن رو خوانیم هیچی درش نبود. یک مش حرف هاست دیگه برای عربای اون روزگار، یک مش دستورای خشن، یک مش دستور اخلاقی. قرآن پژوه این آقا، قرآن پژوهی میکنه. خب بود که این یارو بود که این علامه طباطبایی مخبط که بود 27 مجلد نوشته در المیزان، هر چی به ذهنش محمد رسیده وارد کرده و تپانیده در اون کتاب. حالا تو قرآن پژوه چی؟ خب برو بشون اونا رو یاد بگیر. قرآن پژوه هستیم ما. من و سکین سلطان و سغرا خانم شبا قرآن پژوهی میکنیم. حالا بقره رو تمام کردیم، رسیدیم به فلان. از این مهملات هم من شنیدم. یه کسی میگفت، یه دوست عزیزی از ایران میگفت آقا سر قبرستون ها میری آدم حالش به هم میخوره، همش نوشتن که سید و سادات نمیدونم حاجی خانم دیگه، همه حاجی خانم و اشرف و سادات و فاطمت و سادات و معلوم نیست اینا کجا بودن.
حاج آقا فلانی، حاجی خانم، همه قبر حاجی خانم. دل آدم گفت میگیره، یه آدم نمیبینی آقا بی نام و نشان که حاجی روش نباشه یا جز سادات نبوده باشه. اینا از اینکه ما مردم ترسوی هستیم، ترسیدیم از این آخوندا، طمع هم داریم در ذهن. این ترس و طمع همین اسلام رو به ما غالب کرده و دین رو به ما غالب کرده، همین حکومت آخوندی رو. همه حاجی خانم و حاج آقا و حاج اشرف سادات و فاطمه سادات و نمیدونم چی سادات و زینب و سادات و اینا هستن روی قبرا، تو این همین خراب شده بهشت زهرا. خب معلومه دیگه، سکینه و اینا بهشتشون این شکلیه دیگه، قبرستون. عجب مردمان تسوی هستیم. سیاست مدارمونی ببین، یه خانمی رفته بود 6 میلیون تومان داده بود که از فاطمه، 6 میلیون رشوه ها داده بود به اون یارو مأمور نمیدونم سجل احوال که فاطمه رو بکنه فاطمه تو سادات، نمیدونم زینب و سادات اسمش یادم نیست، اشرف و سادات، ببخشید اشرف و سادات. که وقتی میره پیش آخونده بگه آقا منم از خود شما هستم، آقا این عباتونو بمالین اینجا من یه خورده حالمون جا بیاد، خجالت آوره. آقا وقتی ما میگیم سادات یه چیزی داریم میگیم، یعنی این تخم پدرش ایرانیش نبوده، یه عربی اومده به مادرش تجاوز کرده، این از اوناست، این دیگه معنیشه دیگه. حالا من شاید خیلی افتخارآمیزم ولی من معنیشو نمیفهمم، افتخارش در کجاست؟ بدبختی یکی و دوتا نیست واقعا، دستم نمیکشن آقا از این داستان. آقا این کار دلیری میخواد، از جان گذشتگی میخواد، ایثار میخواد. آزادی مجانی به کسی داده نشد، با موزیگری هم کسی آزادی به دست در نیاورده هنوز. اگه پیدا شدن آزادی خواهان دلیر که ایستادن پای قضیه آزادی، آزادی میاد. با مماشات و تعارف و مشاکرت با استبداد و چاپلوسی استبداد و عرض میکنم که مراسم اونها رو تکرار کردن و تقلید کردن، راه اونها رو پیمودن، اینها خبری نخواهد بود. این علی آقا ایستاد، کشت، زد، رپ کرد، سرکوب کرد. اینا که میگفتن نمیدونم منتخبین فلان هستن، از روی زمین برشون داشت. علی گدا به قول فرشید اسمشون هست، من میگم ملقبش میگن علی گداست، من نمیدونم کجا رفت این موسوی، چی شد این کروبی؟ هیچ، نیم میلیمتر این عقب ننشست، چون میدونست اگه نیم میلیمتر عقب بنشینه با این نعلنش یه قدم برداره خون جاری میشه از زیر عباش، سرهای بریده است که از زیر عبای میریزه بیرون، پرونده های رشوه و ارتشا و اسراف و تبذیر مال ملت از زیر عباش میفته پایین. من میستم اینا رو سرکوب میکنم، همونجور که حضرت خاتم النبیین ایستاد و سرها رو میبرید.